اشخاص کاهش بده. گردو در عین حال یک نوع حاوی نوعی اسید آمینه یا L-armabibin هست که به جریان بهتر خون در عروق کمک میکنه. یه فیلمی چند وقت پیش دیدم، یعنی چند وقت پیش نه، همین چند روز پیش داشتم نگاه میکردم که نشون میداد که یک شخصی روی کمد خونش مثلا خط، مثلا اگه فرضاً مثلا کسی رد میشه یه خطی روی کمد خونه میفته یا روی وسایل چوبیتون میفته، یه تیکه اگر گردو رو بردارید و به اون قسمت هایی که به اصطلاح خط افتاده بکشید، اون روغن گردو وقتی که جذب میشه یه چند لحظه هم بهش اجازه بدین که اون روغن گردو جذب اون خط ها بشه و بعد از یه چند دقیقه یک دستمالی رو بیارید که مثلا یه مقدار نرم باشه و مثل حالت پالیش روی اون سطح خراش ها بکشید و باور کنید میبینید که اون خراش ها تقریبا ایون شدن، صاف شدن با سطح چوبی که روش خراش افتاده و این کارایی بسیار خوب رو هم گردو میتونه از خودش به جا بذاره. و اما به گزارش شبکه خبری CBC، کارشناسان تغذیه میگن که گردو یکی از مواد غذایی بسیار قوی برای مغز ما هست و نقش مهمی رو در سلول‌های مغزی ما بازی می‌کنه و می‌دونیم که هر کسی که به مرور زمان گردو استفاده بکنه روی هوشش تاثیر بسزایی داره و هوش اشخاص رو بالا می‌بره. و اما چرا اول صحبتم گفتم که اونهایی که خواب خوب ندارن؟ به خاطر اینکه موادی که در گردو هست، ملاتونین رو که یکی دیگه از مواد مفید موجود در گردو هست رو، و میدونیم که ملاتونین به بهبود خواب در اشخاص کمک میکنه، در این گردو که اینقدر کوچولو و خوشمزه هست و تیست خوبی هم داره درش به وجود میاره. شما میتونید گردو رو با پنیر و نون هر روز صبح میل کنید و حتی میتونید اگر که اون گردو رو توی آب میذارید میتونید پوستش رو بگیرید به عنوان تنقلات در سطح روز ازش استفاده بکنید و باور کنید چیز خوبیه. اگر که بچه تو مدرسه میره، به جایی که تغذیه برش پفک و شکلات و بسکویت و این چیزا بدید، سعی کنید از این ظرفای کوچولو دردار بذارید یه مقدار گردو خیس کرده که خیلی هم راحت خوردنش تو این ظرفا براش بریزید و زمان تغذیه و زمان زنگ تفریش هم میتونه سطح معده‌اش رو پر بکنه و هم میتونه برای بدنش مفید باشه. وقت چقدر داریم؟ کامپلیتلی تموم؟ خب پس مطلب بعدی رو که واقعا 6 مطلب مهم دیگه ای هست که باز هم میتونه به شما اطلاع رسانی خیلی خوبی رو بده، میذارم برای 2 هفته آینده، چون هفته آینده دوست بسیار عزیزم که هنرپیشه هالیوودم هست، خانم ویدا غفاری رو در برنامه خودم دارم و در هفته جنوری 19 هفته بعدش ماز جبرانی در برنامه‌ام هست. انشاءالله میذاریم بقیه صحبتمون رو برای دو هفته آینده. خب امیدوارم که به بدنتون کمک کنید، امیدوارم که خودتون رو دوست داشته باشید، چون اگر خودتون رو دوست داشته باشید لازم نیست هیچ دردی رو توی بدنتون تحمل بکنید. خب با تشکر از مریم عزیز در اتاق فرمان که همیشه یار و یاور من هست و همیشه کمکم میکنه توی برنامه تشکیل دادن و گذاشتن عکس ها و فیلم ها رو گذاشتن و خیلی چیزهای دیگه که همیشه تو اتاق فرمان به ما کمک میکنه، و با تشکر از جناب آقای رفیعی در تلویزیون امید ایران، تلویزیون 24 ساعته و خانوادگی که همیشه ما اینجا احساس خونه خودمون رو میکنیم و انقدر راحت هستیم که میایم با شما یک ساعتی از روز خوبمون رو در کنار شما به سر میبریم، و با تشکر از خود شما که این برنامه رو دنبال میکنید و تا این ساعت با من هستید. یادتون نره اگر که میخواین تکرار برنامه رو ببینید میتونید برید توی فیسبوکم روزی دهقانی ادم کنید و این برنامه رو، کل برنامه رو روی سطح فیسبوک میذارم و امیدوارم که شما هم ازش لذت ببرید. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.